منم خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. امروز چهار شنبه 14 اوت سال 1400 برابر است با 9 مارچ 2022. مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید که برای صلح و ثبات پایدار در کشور باید لویه جرگه فراخوانده شود. حامد کرزی در مصاحبه اختصاصی با صدا و سیمای ایران میگوید خرسند است که امنیت تامین گردیده، برادرکشی متوقف شده، اما هنوز هم افغانان به صلح و ثبات دائمی دست نیافتند و امیدوار است که حکومت کنونی برای تمثیل اراده مردم که لوی جرگه است مراجعه کند. رئیس جمهور پیشین کشور بار دیگر خواهان رهایی دوباره ذخایر پلی غصب شده افغانستان از سوی آمریکا شد و تصمیم رئیس جمهور آمریکا را در رابطه با ذخایر پلی افغانستان غیر عادلانه و ظالمانه میخواند. حامد کرزی در پاسخ به یک پرسش که چرا مانند مقام های پیشین دیگر کشور را ترک نکرد میگوید افغانستان خانه خود وی است و هیچ کس نباید در شرایط دشوار خانه خود را ترک کند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه تازه خود با صدا و سیمای ایران بار دیگر بر تمثیل اراده مردم و فراخواندن لوی جرگه تاکید کرده است. در شهر کابل موندید در حالی که خیلی ها رفتند. حامد کرزی در این مصاحبه میگوید خرسند است که صلح و امنیت در کشور تامین شده، تلفات وجود ندارد، جنگ و برادرکشی به پایان رسیده، اما افغانستان به صلح و ثبات دائمی که آرزوی افغانان بود نرسیده است. کرزی میگوید برای اینکه مردم افغانستان خود را در تصمیم گیری شریک بدانند، حکومت کنونی باید با مراجعه به آرای مردم و تمثیل اراده ملی هر چه زودتر لوی جرگه را فرا بخواند. تا جایی که صلح آمده و جنگ بند شده و به او تعداد عظیمی که مردم افغانستان متاسفانه زندگی خود از دست میدادن دو حال دیگه نیستیم، خوشحال هستیم که جنگ جبهی و برادرکشی به او شکلی که بود دیگر نیست، ولی هنوز به صلح و ثبات دلخواه ما که آرزوی ملت افغانستان است و او در اتحاد و اتفاق ملی نهفته است. اون دلخواه شما چی هست؟ او صلحی که از طریق اتحاد و اتفاق ملی حاصل ما شد، صلحی که مردم افغانستان همگی خود در خاک و تصمیم گیری برای خاک ما شریک بدارن، در تمام امورات کشوری شریک باشن و صاحب خود بدارن، به اون نرسیدیم. موضوع ما ایست که حکومت فعلی، حکومت تحریک اسلامی طالبا، حکومت موقت به زودترین فرصت از راه مراجعه به اون تعداد از مردم افغانستان که به دلایل ناراض هستند و کشور ترک کردن مراجعه کنند و آنها برگردانند و از طریق تمثیل اراده ملت افغانستان که در شرایط فعلی تنها از طریق لوی جرگه ممکن است. رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که قانون اساسی از طریق تمثیل اراده ملی به خواست مردم افغانستان تهیه خواهد شد. کرزی میگوید انتظار داشت که پروسه صلح به پیروزی برسد و طالبان با مردم افغانستان یک جا و برای تشکیل حکومت اقدام نمایند که در نتیجه صلح ایجاد میشد، اما این کار صورت نگرفت. برای ما مردم افغانستان خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و پروسه صلح ما مهم بود. ما میخواستیم که افغانستان صاحب صلح شود و تحریک طالبا و برای دیگه مردم افغانستان یک جای اقدام به یک آوردن حکومتی کنن که از طریق صلح و صحبت بین مردم افغانستان شود. اون نشد به اون ترتیبی که ما انتظار داشتیم. امیدوار هستیم که آره به اون هدف برسیم. رئیس جمهور پیشین کشور در این مصاحبه در پاسخ به یک پرسش که چرا کشور را مانند مقام های پیشین ترک نکرد میگوید چون افغانستان خانه خودش است و هیچ کس باید در وضعیت دشوار و ناگوار خانه خود را ترک نکند. افغانستان خانه ماست، کسی خانه خود را رها میکنه در مشکلات و یا در حالات سخت و نابهنگام.
رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنان با اشاره به حضور 20 ساله امریکا در افغانستان میگوید که شعار مبارزه با تروریسم داده میشد اما در عمل کار برعکس صورت گرفته است. کرزی میگوید با وجود این که امریکا در 20 سال گذشته در بخشای معارف، بازسازی شاهراهای عمومی و در برخی مسائل دیگر کمک کرده است، اما در بخش نظامی خسارات هنگفت را به مردم افغانستان وارد کرده و خانه های مردم ملکی را ویران کرده است. مبارزه علیه تروریسم باعث دردسر و اذیت عظیم به مردم افغانستان شده. اومده بودن مثلا با شعار مبارزه با تروریسم بود، ولی برعکس شد. برای ما برعکس شد، آسیبش مردم افغانستان دید، خانه های ما ویران شد، بمبار شد، اسیر گرفتن و کارهای شد. شما در جریان هستین اظهارات مردی مورد قبرا چی نگید؟ رئیس جمهور پیشین بار دیگر خواهان رهایی ذخایر پولی غصب شده افغانستان از سوی امریکا شد و تصمیم رئیس جمهور امریکا را در رابطه با ذخایر پولی افغانستان غیر عادلانه و ظالمانه می‌خورد. کرزی می‌گوید که با خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر ابراز همدردی می‌کند، اما مردم افغانستان خود قربانی تروریسم هستند. در حادثه 11 سپتامبر رخ داد و قربانی شدن با اونا غم شریک هستیم. ما با فامیل ها تسلیت عرض می کنیم و بازماندگان شد تسلیت عرض می کنیم، ولی افغانستان قربانی بزرگتر است و قربانی بیشتر است. این ما نادرانه می داریم و ظالمانه می داریم و آرزوی مویسی که حکومت امریکا این تصمیم خود تغییر بده و پول ملت افغانستان پس با مردمش برگرد. تأکید احمد کرزی رئیس جمهور پیشین بر فراخواندن لوی جرگه در حال است که دو روز قبل نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز گفته بود که امارات اسلامی باید نخست برای کسب مشروعیت ملی اقدام کند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه به هدف اشتراک در فورم دیپلماتیک آنتالیا به ترکیه رفته است. وزارت خارجه میگوید امیر خان متقی در رأس یک هیئت به دعوت ترکیه به آن کشور رسیده است و قرار است که در فورم دیپلماتیک آنتالیا اشتراک و درباره افغانستان بحث و گفتگو کند. این در حال است که متقی قبل از این سفر با سفیر چین نیز در کابل دیدار کرده و در رابطه به نشستی که قرار است در پایان ماه مارچ از سوی وزرای خارجه کشورهای منطقه در چین برگزار شود صحبت کرده است. پس از سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی به نروژ، و این بار در رأس یک هیئت به دعوت رسمی چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به این کشور سفر نموده است. وزارت امور خارجه میگوید امیرخان متقی در فروم دیپلماتیک آنتالیا در کشور ترکیه اشتراک میکند و در نشست هایی که با هیئت های کشورهای مختلف جهان خواهد داشت در مورد افغانستان صحبت خواهد کرد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې ګډون وکړي او هلته به د افغانستان په اړه ګډونوالو ته وینا وکړي، تر څنګ به په بحث کې ګډون وکړي او سره به د ترکیه او د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه د راغلیو لوړ رتبه هیئتونو سره ناستي او د افغانستان په اړه به خبرې وکړي. این در حال است که قرار است نشست دیگر نیز در اواخر ماه جاری در رابطه با افغانستان در کشور چین برگزار شود. وزارت امور خارجه می گوید امیرخان متقی با وانگ یو سفیر چین در کابل نیز ملاقات کرده و با وی در رابطه با برگزاری نشست وزیران امور خارجه منطقه در مورد افغانستان در پایان ماه مارش در چین صحبت کرده است. د روانې میاشتې په پای کې په چین هیواد کې د سیمې د خارجه وزیرانو د ناستې او پکې د ګډون په اړه بحثونه وشول. محترم متقی صاحب وویل چې په یاده ناستې کې به ګډون کوي او هیله یې څرګنده کړه چې د ناستې نتایج به د افغانانو لپاره شوي. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در مکالمه تلفنی با همتای چینایی خود گفته است که جامعه جهانی باید برای جنگ اوکراین بحران جاری بشری در افغانستان را فراموش نکنند. آگاهان امور سیاسی برگزاری نشست در مورد افغانستان در چین را مهم می‌خوانند، اما می‌گوید بیجینگ می‌خواهد که در افغانستان حکومت همشمول تشکیل شود، سرپرستی کنونی پایان یابد و یک حکومت همشمول و فراگیر تشکیل شود. همگی در اینجا پیام‌ها است، خصوصاً برای هیئت امارت اسلامی پیامی است که در صورتی که تغییر نبیاید و سرپرست به حکومت ملی نریم، یک روز می جهان هم خسته میشه و باز
این مجالس دیگر شاید که امکانش هم کمتر شود. باید متفقیم حتی بود که چی افغانستان سیاسی مشکلات حل شی، افغانستان پا نړیواله ټولنه کې ومنل شي، په ملګرو ملتونو کې ومنل شي، او د طالبانو مشکلات هم د امنیت شورا سره او د اسلامي امارات مشکلات د ملګرو ملتو او نړیوالو سره حل شي. فروم دیپلوماتیک آنتالیا در حال از تاریخ 11 الی 13 ماه مارچ تحت عنوان تعریف مجدد دیپلوماسی در ترکیه برگزار می شود که قرار است در اخیر ماه جاری نیز نشست وزیران امور خارجه منطقه در چین برگزار شود که در جریان آن در رابطه با وضعیت افغانستان صحبت خواهد شد. از برگزاری همزمان مراسم تحلیف اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو سال تکمیل شد. دقیقا دو سال قبل در همین روز پس از جنجالی شدن انتخابات، اشرف غنی در ارگ و عبدالله عبدالله در قصر اسپیدار مراسم تحلیف را به حیث رؤسای جمهور کشور برگزار کردند که به گفته آگاهان امور این کار سبب شد تا افغانستان بحران دیگر را تجربه کند. هرچند حامد کرزی رئیس جمهور پیشین قبل از انتخابات سال 2019 در حضور مقامهای آمریکایی از اشرف غنی خواسته بود که با توجه به وضعیت بد امنیتی و شایعات تقلب از انتخابات صرف نظر کند و پروسه صلح را به موفقیت برساند، اما اشرف غنی بر انتخابات تاکید کرد، انتخابات پر از تقلب را برگزار نمود و فرصت صلح را ضایع کرد. اشرف غنی و عبدالله که هر یک خود را رئیس جمهور قانونی افغانستان می‌خواندند، سپس بر ایجاد حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند و این حکومت متزلزل یک سال بعد با سقوط کامل جمهوریت از هم پاشید و از بین رفت. دو سال قبل از امروز دو تن به حیث رؤسای جمهور برای یک کشور مراسم تحلیف را همزمان برگزار کردند. در افغانستان د خلکو د پرمختګ او اوسایی په لاره کې خپل هڅې جاری وساتم. ومن الله التوفیق. اشرف غنی که خود را برنده انتخابات می‌خواند، در حضور برخی دیپلماتان کشورهای خارجی، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، قمندان ماموریت حمایت قاطع، نماینده سازمان ملل و نماینده اتحادیه اروپا در ارگ مراسم تحلیف را برگزار کرد. د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوسایي په لاره کې خپلې هڅې جاری وساتم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله عبدالله نیز در کنار ارگ مراسم تحلیف را در قصر سپیدار برگزار کرد. به نام خداوند بزرگ جل جلاله. به نام خداوند بزرگ جل جلاله. انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 میلادی در حال برگزار شده بود که پروسه سال وارد یک مرحله حساس گردیده بود و مذاکرات هیئت حکومت افغانستان با طالبان جریان داشت. هرچند قبل از برگزاری انتخابات سال 2019 میلادی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در حضور وزیر امور خارجه آمریکا از اشرف غنی خواسته بود که با توجه به وضعیت امنیتی و شایعات تقلب از انتخابات صرف نظر کند و پروسه صلح را به پیروزی برساند، اما اشرف غنی بر انتخابات تاکید نمود، انتخابات مملو از تقلب را برگزار کرد و فرصت صلح را ضایع نمود. عبدالله عبدالله به تاریخ 28 ثور سال 1399 با پذیرفتن شراکت در حکومت و ریاست شورای عالی مصالحه ملی، حکومت غنی را به رسمیت شناخت و با وی آشتی کرد. اگر طالبا بخواهند که از این چوکات بیرون شوند، بسیار زیاد بزرگ استعمال ادبیات جنگی از سوی اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع، امرالله صالح معاون اول وی، مقام های دیگر، تاکید بر حفظ و جاری نگه داشتن جنگ سبب شد تا طالبان وارد شهر کابل شوند و پروسه یک سال ضایع گردد.
نن روز یعنی په استدا هغه ورځ ډاکټر عبدالله او ډاکټر غنی دی ولس مشر په توګه باندې دواړو د لوړې مراسم په ځای کړل. دا افغانستان دپاره د افغانستان تاریخ دپاره ډېره ننګینه توره او د شرم یو ورځ وه، ځکه نړیوالو ته داسې وښودل چې افغانستان کې اتفاق و وحدت په خواشنۍ سره، او بل خوا بیا په کابینه او په دولت کې شراکت داسې حالت راوځه چې افغانستان یې ډېر وروسته پاتې کړ، او د دوی هم تقریبا بقا او پایله داسې وه چې دا اوسنی حالت راغی او ډېر فرصتونه لاسته ورکړل. از مراسم همزمان تحلیف عبدالله عبدالله و اشرف غنی در حال دو سال سپری می شود که آگاهان امور سیاسی می گویند اگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلو فرصتهای صلح را ضایع نمی کرد، افغانستان با وضعیت کنونی مواجه نمی شد. به دلیل وضعیت مبهم کشور، همه روزه صدها جوان تنها در کابل از اده کندهار به نیت رفتن به ایران سفر می کنند. جوانان تحصیل یافته ای که به خارج از کشور سفر می کنند می گویند امنیت در کشور بهتر شده، صلح تامین گردید، اما اینکه فرصت های کاری وجود ندارد مجبورند که از راه های قاچاقی و غیر قانونی به کشورهای خارجی سفر کنند. آنان می گویند که برای قاچاقبران بیش از 20,000 افغانی می دهند تا آنان را به مناطق از ایران برسانند که در آن فرصت های کاری بیشتر باشد. در همین حال مسئولین شرکت های ترانسپورتی اده کندهار می گویند که تنها از اده کندهار هر روز صدها جوان به نیت ترک کشور به نیمروز می روند و از آنجا خود را به ایران می رسانند. این صفوف جوانان در کابل است که بیشتر آنان اراده سفر به ایران کشور همسایه افغانستان را دارند. در حالی که امارت اسلامی از کسانی که به خارج از کشور رفتند می خواهد تا دوباره به کشور برگردند، اما ظاهرا دیده می شود که هر روز صدها جوان تنها از طریق اده کندهار در کابل اراده سفر غیر قانونی و قاچاقی به کشورهای خارجی را دارند. عبیدالله که اراده سفر به ایران را دارد می گوید نه تنها این که از نبود فرصت های کاری در کشور رنج می برد، بلکه در پوهنتونی که تحصیل می کرد نیز بسته شده و مجبور است که به دلیل مشکلات اقتصادی از طریق راه های دشوار و قاچاقی به خارج سفر کند. بدبختی آمد، بیکاری آمد. من مثال ما پانتون میخوندیم، پانتون ما سقوط کرد، شخصی بود. نظر به مشکلات داریم، ما خواستیم بریم به طرف ایران بخواهیم. از راه قاچاق میریم؟ ها، قاچاق میریم. هرچند کسانی که به خارج از کشور میروند میگویند با روی کار آمدن امارت اسلامی وضعیت امنیتی در کشور بهبود یافته است، اما اینکه فرصت های کاری موجود نیست ناگزیرند که حتی از راه های قاچاقی و دشوار به کشورهای خارجی سفر کنند. قاچاق میرن دیگه. واسه قاچاقی اجازه میده چقدر پیسه میگیره؟ حالا تو میگن که 5 میلیون و 6 میلیون میگیره دیگه. معلوم شد که 17,000 افغان میشه، 18 میشه. والا خدا دیگه کار وار نیست دیگه، چی کنیم بشینیم؟ از اینجا تا نیمروز میریم. بله. از اینجا چطور قاچاقی میریم؟ قاچاقی میریم، بله. از راه قاچاق چطور است؟ بسیار بدبختی است دیگه که زحمت و رنج زیاد میبینیم. در همین حال مسئولان شرکت های مسافربری میگویند در مقایسه با گذشته ارقام کسانی افزایش یافته است که اراده سفر به ایران کشور همسایه را دارند. آنان میگویند هر روز صدها تن را به مناطق انتقال میدهند که از این طریق به ایران کشور همسایه میروند. در پخوا په پرتله کم از کم داسې چې پخوا به 50 موټره تله، اوس اتیا نوي بسونه هره ورځ ځي د دې خواسه، او دا خواسه د خلکو راتګ بیخي ډېر کم دی، او ډېر خلک د ترکیې او د ایران او د خارج په فکر کې دي ځي هغې خواته. کسانی که به خارج از کشور می روند می گویند یک عامل سفر آنان از طریق راه های قاچاقی این است که امارت اسلامی روند صدور پاسپورت ها را با مشکلات مواجه کرده و آنان نمی توانند به آسانی پاسپورت را به دست بیاورند. رانندگان شاهراهای عمومی از وضعیت کسانی که از طریق راه های قاچاقی به خارج از کشور می روند این گونه حکایت می کنند. قاچاق خونه چه چوک آقا و نلیری دا ویزا و پاسپورت آقا قاچاق کی چی بورا بازالت دیران مرزون چه بیر تراشی دلتا مگوین و آیلی این ویورا بعد سلوک ورسکی ورا پیوان ناما و پا بل ناما مسافر دیر زی نمروز پلاو کار نشه روزگار نشه بس شهر روینه بس نمروز تا ایران تا روانی دکاره تاثیر دا
قابل ذکر است که روزنامه نیویورک تایمز نیز روز گذشته گزارش را در رابطه با گسترش روند قاچاق افراد به ایران نشر کرده بود که قاچاقبران روزانه از راه‌های مختلف صدها تن را به این کشور قاچاق می‌کنند و این مسئله افغانستان را برای قاچاقبران به محل عایدات هنگفت مبدل نموده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست ریاست الوزراء با نماینده خاص سازمان همکاری های اسلامی برای افغانستان دیدار کرده است. در این دیدار هر دو طرف در مورد کمک های بشری با افغانستان، تعلیم زنان، تامین امنیت، مبارزه بر ضد فساد و بر آغاز پروژه های زیربنایی گفتگو کردند. ملا برادر از سازمان همکاری های اسلامی سپاسگزاری کرده است که سفارت خود را در افغانستان افتتاح کرد و فعالیت خود را آغاز نمود. نماینده خاص سازمان همکاری های اسلامی برای افغانستان گفته است که جهانیان اکنون درک کردند که گام های جدی در برابر فساد در افغانستان برداشته شده است و وضعیت با گذشت هر روز رو به بهبود است و افزوده است سازمان همکاری های اسلامی افغانستان را به عنوان کشور مهم عضو این سازمان می شمارد، زیرا صندوق را به هدف کمک های بشری با افغانستان ایجاد می کند و قرار است که آن را در آینده های نزدیک افتتاح کند. کمیته بین المللی نجات کودکان از آغاز دوباره مکاتب در کشور استقبال کرده است. کمیته بین المللی نجات کودکان از آن تصمیم ماموریت اسلامی استقبال کرده است که قرار است در هفته های آینده دروازه های مکاتب بروی دختران و پسران باز شود. در همین حال برخی زنان افغان از امارت اسلامی می خواهند که به زنان افغان در حکومت سهم بدهد و آدرس رسمی را در چارچوب حکومت با آنان ایجاد نماید. از روی کار آمدن امارت اسلامی حدود 6 ماه سپری می شود، اما زنان افغان هنوز هم خانه نشین اند و از سوی امارت اسلامی اجازه کار به آنان دادن نمی شود. امارت معارف به تازگی گفته است که هفته آینده دروازه های تمام مکاتب بروی دختران دوباره باز خواهد شد. کمیته بین المللی نجات کودکان از تصمیم گشایش دوباره مکاتب بروی دختران افغان استقبال می کند و می گوید انتظار دارد که روند آموزش و پرورش در افغانستان دوباره به حالت عادی برگردد. از تصمیم گشایش دوباره مکاتب بروی دختران در افغانستان استقبال می کنیم. این یک اقدام خوب است. از جهانیان نیز می خواهیم که با بخش تعلیمی افغانستان کمک های جدی کنند. در همین حال برخی از زنان افغان نیز از تصمیم اخیر وزارت معارف استقبال می کند و از مقام های امارت اسلامی می خواهند که در کنار زمینه تعلیم اجازه کار را نیز به زنان افغان بدهد. زنان افغان می گویند طالبان باید در حکومت موجود یک آدرس رسمی را به زنان افغان ایجاد کند. وان د پټول نه کېدی لري نه او خصوصا باید د هر قوم شي ځکه خصې هم د تحصیل تعلیم او د یعنی زیارو بس غواړي چې ټول نه او د هیواد په آبادۍ کې دی ونده وخلی باید دا حق د دې نه اوس وخت وان خپل شي وزارت په اړه خودم نه ویلای شم چې هغه وخت هم یو سمبولیک وزارت او اجرایوي وزارت نو مګر موجودیت خو ځکه د یو خزه یادې دل پکې یو خزه پکې وا رهبری ورته کوله مونږ دا غن نشتون نه غواړو اوس د امارت خپل ځان نه دا ابتکار وخی چې خزه ته هغه حقوق ورکی او دا وزارت بیرته په بخو ودری. در همین حال عالمان دینی نیز از امارت اسلامی میخواهند که به زنان افغان توجه بیشتر کنند و تمام حقوق را که اسلام به آنان داده است هر چیز را در عملی نماید. به خدا که حکومت اسلامی و حمایت اسلامی به حقوق مکمل خواهر و مادرای ما توجه بیشتر بکنه و این من حیث یک عالم، من حیث یک خادم از این ملت، من حیث یک اولاد از این کشور برای حمایت اسلامی میگم که اگر حکومت های سابق 10% متوجه بودن شما 50 مسئول متوجه شدین، اگر وان 50 متوجه بود شما 100% متوجه شدین. نگرانی ها در رابطه با کار و آموزش دختران و زنان افغان در کشور در حال است که روز گذشته دفتر سازمان ملل یا یونما با نشر یک اعلامیه در رابطه با وضعیت زنان افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
ادامه خبر. امریکا پیشنهاد پولند در رابطه با سپردن تیاره‌های جنگی به اوکراین را رد کرده است. پولند چند قبل پیشنهاد کرده بود که تیاره‌های جنگی این کشور در جرمنی و پایگاه امریکا انتقال و سپس به اوکراین سپرده شود. این در حال است که جنگ در اوکراین به شدت ادامه دارد و به تازگی رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بر واردات تیل روسیه تحریم وضع کرد. رئیس جمهور بایدن گفته است وضع تحریم بر واردات تیل روسیه ضربه محکمه بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در واکنش به حمله بر اوکراین است. این در حال است که مسکو هشدار داده بود که اگر بر تیل روسیه تحریم وضع گردد، صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی را متوقف می کند. و مسئولیت انفجار روز گذشته در بلوچستان را گروه داعش بر عهده گرفت. این انفجار روز گذشته هنگام رخ داد که دکتر عارف علوی رئیس جمهور پاکستان و مقام های دیگر این کشور یک ساعت قبل از این رویداد از این محل عبور کرده بودند. در این انفجار 5 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا کرده است که در این رویداد بعد ده ها سرباز پاکستانی تلفات وارد کرده است. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. وقت خوش، خدا نگهدار.